ایران در استراب و نگرانی. بنا به اعلام برخی رسانه‌ها و نماینده مردم قم، ویروس چینی جان 50 نفر را تنها در این شهر گرفته. اما بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت، 64 مورد قطعی مبتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده که 12 نفر از این تعداد جان باختند. جهش آمار رسمی ذکر شده در کمتر از 3 روز توسط مسئولین این شایعه را پیش آورده که پنهانکاری دیگه و فاجعه‌ای بزرگتر در انتظار مردمه. ویروس کرونا شهر به شهر میگرد و قربانی میگیره. قم، گیلان، مازندران، مرکزی، تهران، کردستان، کرمانشاه، همدان، خراسان مرکزی، قزوین، البرز، اصفهان و گلستان استانهایی هستند که موارد مبتلا در آنها شناسایی و به مراکز درمانی مراجعه کردند. نماینده شهر قم در مجلس شورای اسلامی که خبر فوت 50 نفر در این شهر را رسانه‌ای کرده بود، در گفتگو با ایلنا گفته روزانه 10 نفر در قم از بین میرند. متاسفانه دولت به مقدار کافی احساس نگرانی و بحران نمی‌کنه. درسته باید آرامش رو حفظ کنیم، اما نباید ابعاد بحران رو جوری تحت نظر قرار بدیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. در این شرایط بحرانی، خبری مبنی بر استعفا سعید نمکی وزیر بهداشت شنیده شد که در گفتگو با او خودش این مسئله رو تکذیب کرد. تو یه سری از رسانه‌های انگار نامه چاپ شده مبنی بر استعفای شما، صحت داره؟ نه خانم، نه، این کذبه. اعلام کردیم خانم همه جا. آره بابا اعلام کردیم، من توی جلسه ایم. ببخشید. علی‌رغم این مسائل، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و علی ربیعی سخنگوی دولت در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کردند که شرایط تحت کنترل و اعتماد مردم برای ما از هر چیزی مهمتر. در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن. با اینکه خبر ورود کرونا به ایران پنجشنبه رسانه‌ای شد، ولی دولتی ها ادعای دیگه ای دارن. خانم ما از چهارشنبه اعلام کردیم. خانم نیداره دقت نمی کنید. معمولا سوال حضرت عالی، سوال خودتون تونه. از روز چهارشنبه که قطعی شده داره اعلام میشه. خب نه، اگر مبتر بوده بهش نرسیده بودن. ببینید، آیا راهی برای پیشگیری از ویروس شناخته شده؟ علی‌رغم شایعات پا گرفته در جامعه که بسیاری منبع اون رو طب سنتی میدونن، این بیماری به طبع گرم و سرد در افراد یا سردی و گرمی هوا ارتباطی نداره. بنا به گفته سازمان بهداشت جهانی، مصرف ویتامین C و این گونه خوددرمانی ها گاهن نتیجه عکس میده و مقاومت بیماری رو بالا میبره. رعایت اصول اولیه بهداشتی و ماندن در خانه در حال حاضر تنها راهکار ابتلا به ویروس کرونا شناخته شده. مجده یزدانی، اتاق خبر.